ببخشید که اگر من ادای سخن گفتن مرشد رو در میارم، میخوام اون حس رو منتقل کنم. گو بابا سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خانواده چطوره؟ بچه ها خوبه؟ خوب بله 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 خوب باشه، نگران نباش. بعد یک کیسه رو که زیر عباش بود در آورد و تو این کیسه گوشت بود، انداخت گردن این سگ و بابا خدا حافظ را فردا صبح. سگ دومی تکون داد، چرخید رفت. مرشد سوار ماشین شد، گفت بابا بریم بازار. آن عینکی که موقع دیدار نشکند، افتد اگر ز چشم به مقدار نشکند. ما را کجا بضاعت دیدار یوسف است؟ میخواستیم رونق بازار نشکند. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بگو که قلب گناهکار نشکند. خاندان زند میرسه. خاندان زند گرچه به لحاظ سیاسی و تاریخی دشواری هایی در تاریخ ایران داشته، اما به لحاظ منش نمره قابل قبولی گرفتن در تاریخ. سالها در میان این جمعیت همیشه در حال حرکت و نرسیدن، آمد و رفت پیاده و سواره. هرگز کسی ندانست این خمیده سپیدمو آرامش خیش را از کدام آرامستان در شهر جان یافته است. پدر مرشد مردی بود به نام محمود. ایشون باربر بود،
بر سر بازار بزرگ تهران و چون انسان تمومند و توانایی بود بارهای سنگین رو همیشه به ایشون میدادن که ببره داخل بازار و این نقطه ایست که از دهان مرشد شنیدن گفت من در تمام طول عمرم انسانی به روشن زمینی و بزرگی پدرم محمود ندید میگفت خدا را در پندارهای خیش مجود در آسمانهای وهم نشانی از خدا نیست به خدای نزدیک عشق ببرز و از خدای دور بپرهیز خدا نور است نور که باشی خدا روشنی درون توست پس نان بی نوبت مخور مرشد در دوران خردسالی به یک دکان نانوایی میره یک نفر جلوی ایشون بوده اون شاطر نونوایی اشتباه میکنه مرشد در خردسالی برمیگره میگه آی شاطر نوبت من نیست نوبت ایشونه ایشون نونشونه بدید بعد نوبت منه یک چنین رفتاری در دوران کودکی برخاستگاهش یک نهاده نه یک آموزه و در جوانی در اساس اون چه که شنیدم که خوش به همین جفت دیگری و همین نگاه نورگرا و نگاه پاک چشم درون ایشون باز شده است و او به دست تلاش پیوست شبان و روزی که خودش کرد توانست چشم درونش رو باز کنه از جنگ دوم از سربازان اشغالگر از قرش تلخ هواپیما از هیبت زشت تانک و از سردرگمی ماشین‌های سربازان نمی‌گفت. دیوانگانی سیاه دل بر توسن قدرت سوارند و پیداست تاختن آنها چه فرجامی خواهد داشت. او جنگ را در جبهه‌های جدی‌تر می‌فهمید. در جریان جنگ دوم جهانی مرحوم حاج مرشد بعد از اینکه اوضاع رو خیلی آشفته میبینه به ویژه حضور سربازان روس در بعضی از شهرها و قحطی و قلایی که افتاده بود در تهران و بلاد اطرافش تصمیم میگیره که یه چند سباهی بره دهات پسقلعه شمیران حالا یا در عالم واقعا شهود یا در عالم واقع کسی در میزنه میگه که حضرت امام زمان فرمودن شما در شهر بمانید بهتر است این نگاه بازم ما را متوجه اون مسئله میکنه که رجال یا اوتاد یا ابدار یا مردان خدا کسانی هستند که به واسطه اونها نیروهای قدسی در جامعه اثرگذارن یعنی در واقع نظم و آرایش جامعه اسلامی از طریق نیروهای قدسی و رجال الغیب امکان پذیره که بدون شک از زمره اینها یکیش میرزا احمد عابد نهاوندی بوده می گفت بابا از بازار که رد میشی سرت را پایین بنداز و زود رد شو نبین نشنو نباش باور داشت فریب کاری جایی را که در آن تنها صدای سکه ها به گوش میرسد و همه جنگ ها زرگری است و این سقف های خسته و این نقش های شکسته حسرت یک نگاه او را کشیدند زیرا او سرش را پایین می انداخت و زود رد می شد مبادا اینجا ما بریم می رسیم به یه بازاری به نام بین الحرمین بین الحرمین یعنی بین دو تا حرم مسجد شاه قدیم که الان مسجد امامه و مسجد جامعه که اینجاست این بازار میان بین الحرمین چون این برامرش دوتا حرم خب بسته نمیتونیم بریم یعنی چی؟ راه دیگه نداره؟ نه هیچ راهی نداره دیگه ببینید اون گوشه مسجد جامعه یه راهی هست اون گوشه دم آجورا اون میره به بازار نجارا و
عجیبه، من مساجد رو نمی‌بستم. من شروع حرفه پدر من برمیگرده به زمان رضاخان. در اون زمان در خیابان چراغ برق امروز در اونجا یک چلویی داشتن، بعدن با حاج آقا مصطفی چلویی به شراکت در بازار بین الحرمین یک چلو کبابی باز میکنن و بعد از مدتی چلو کبابی رو در اختیار آقا مصطفی میذارن و خودشون میان به جایی که هنوزم که هنوزه مستقر هستم آبرجا، اینجا مشغول میشن تا اونجایی که حافظم یاری میکنه به قدمت 80 سال میرسه که من حدود 61 یا 62 سالش رو آگاهی دارم. آقا سلام علیکم. خسته نباشید. بابا ما بخوایم بریم تو بازار نجارا از تو مسجد جامع در بسته بود. از این من میشه ره؟ چه جوری؟ من اول کوچه است. اولین کوچه بریم میره تو بازار نجارا؟ مچه. بسته؟ باز مغازه بسته است. من مغازه رو کار ندارید. بریم آقا مثل یه فتح بابی شد. تقریبا نهار بازار که میشد تمام اهالی بازار اکثر هم میامدن اینجا غذا میخورن، چون هم غذاشون کیفیت داشت، همین که مرحوم مرشد خیلی خوش برخورد بود و هم توی اینجا احساس میکردن که خونه خودشون، یعنی جدا از کارگرها هر کسی هر کاری دلش میخواست میکرد، بعد هم بلند میشد ماست میآورد، دوغ میآورد، همه بر خودشون کارشون رو انجام میدادن. نگران نباش، فردا باز خواهند کرد این دکانها و دکه های همیشه تشنه و دوباره خاک به سمت این گنبدهای دایره تنوره خواهند کشید و این راهروها پر خواهد شد از کاسبهای حبیب الله. و تو هرگز به فکر غذای ظهر مباش، مرشد خواهد آمد، همان طباخ خمیده‌ای که هرگز نخواستی یک بار خوب نگاهش کنی. مرشد به آسمان و زمین بدهکار بود دین عاشقی را. مرشد لباس بسیار ساده‌ای داشت، یه عرقچین خیلی ساده‌ای می‌ذاشت، لباس بی‌یقه می‌پوشید، یک عبای ساده داشت، گیوهی که گیوهی سفید بود، معمولا هم پشت این گیوه رو میخوابون و کمی هم خم راه میرفت. همیشه ایشون سرشون پایین بود و راه میرفتن و گاهی هم که این جماعت بازاری به ایشون مثلا سلام میکردن، بابام بدونه که به چهره اینها نگاه بکنه فقط جواب سلام میداد. خیلی گاما رو سنگین برمیداشت، خیلی همچین اصلا با همه آدم ها فرق میکرد. من بچه ایشون رو میدیدم دوستش داشتم. حالت تواضعی داشتن ایشون، آستیناشون رو بالا میزدن همیشه موقعی که میخواستن راه برند و کار بکنن. هیچگاه مرشد لباس کوتاه نمیپوشید، چه در کسبش چه در غیر کسبش. همون با یه عبایی هم مثلا میومد در مغازه، عبا در دوشش بود، هواشو بعد ور می‌داشت و به سلام و شروع کار می‌کرد. این هم اصلا به کارگرا ایراد بگیره فلان کنه، همینجور خودش می‌پلکید و کمک اینا می‌کرد. این اگر اشتباه نکنم اون پلکانیست که قبلا می‌رفت به بالا، به این بالا. البته بافت اینجا همه تغییر کرد، اصلا اینجا اینجوری نبود بافتش. بعد این اون فضایی است که امروز به نام چلو کبابی مطرحه، اینجاست که مشتری ها میان اینجا. طبیعتاً فضای چلو کبابی های اون زمان فرق میکرده. آشپزخونه ها هیزم مصرف میکردن، نفت نبود، گاز نبود. اونچه که عرض میکنم مربوط میشه تقریباً به 61 دو سال پیش که من حضور ذهن دارم، قبلش هم همینطور. میز و صندلی به صورت امروز نبود،
یه تختایی میذاشتن، فرش مینداختن روش و غذا رو روی اونا میذاشتن. و حتی یخچال اون زمان من یادمه بدنش از چوب بود، درونش از آلومینیوم بود و قالب یخ رو میذاشتن داخل این یخچال‌ها و گوشت رو داخل اینا میذاشتن، لابلا یخ میذاشتن که به اصطلاح به سلامت بمونه، حتی برق به این صورت نبود که یخچالا برقی باشه. گوشت حاج مرشد رو بودن بوده 20 کیلو 30 کیلو هر روز من میبردم به مغازه حاج مرشد میدادم اونجا. برنج هم خب طبیعتا اون موقع اصلا برنج های امروزی وجود نداشت، هرچی بود برنج خوب بود و از شمال میامد، برنج رو میآوردن تهران، میامدن در منزل ما، کلید اینجا رو میگرفتن، شب میامدن خودشون. بعد از 3 ماه 4 ماه ما تماس بگیریم بگیم مثلا حاج آقا چرا نمیای پول بگیری، چرا نمیای پول برنج رو بگیری، اینا میشد برنج. که این برنج رو 10 بار میگفت پاک کنیم به شگذاشیم که من نباید یه فضله مثلا توش بشه. گوشت که ما میبردیم آب میکشید مثلا چرخ میکرد یا کباب برگ درست میکرد، اینا رو اول باز آب میکشیدن. 8 تا 9 تا حلب روغن وقتی می آوردن ایشون دستور می دادن تمام اینها رو دراشو باز می کردن. حلب روغن های اون زمان از فلز بود و لحیم می کردن و ایشون یکی یکی اینها رو تست می کرد، اونایی که مورد تاییدش بود بر می داشت، اونایی دیگر رو می داد می بردن. تمام این ظرف ها و این قاشق های مردم رو گدا می خوردن استریل میشد. اون زمانی که هیچ که نمیدونید استریل چیه، ظرف های که غذا میداد به مردم و میجوشون که دیگران خدایی نکرده ضایعاتی براشون پیدا نشه. گاهی از دبیرستان که میمدم حس میکردم داره ساعت میشه 12، داره دیر میشه. وقتی همین پیچ رو میپیچدم اینور باور بفرمایید شاید مثلا میدم 18 متر صف توی بازار ایستاده بودن، را پله هم پشت سر هم ایستاده بودن، بالا هم که به مراتب از اینجا بزرگتره مملو و از جمعیت. مرشد یکی از کاراش این بود که اونجا به اونایی که رفتن تو رستورانش غذا بخورن روغن بریزه، یه کاسه مسی دستشون، یه ملاقه مسی، طرف مثلا 3 دفعه روغن ریخته بود رو بشقابی، تایی بشقابیش روغن وایساده بود، ولی میگفتش که باز میگفت مرشد روغن نی، این بزرگوار نمیگفت توی بشقابت روغن وایساده، میریخ دو تا کباب و برنج و نه یه ذره برنج که الان میریزن، این مردم غذا خور نیستن که 3 برابر این برنجا حالا مرشد غذا میداد به مردم. فقط این با خوش به اصطلاح خوشرویی میمد، اونی که زیاد نشسته بود یه خود دیگه روغن تایه بشقابش میریخ میگه بخور با، یعنی به این نه میخواست بگه یعنی شما پشت یکی دیگه بشینه، ولی بهش هیچ وقت اعتراض نمیکرد. به جرئت میتونم بگم من یک بار فقط دیدم خطاب به یکی از کارگرا این ملاقه‌ای که باهاش به اصطلاح کار میکردن و روغن روی غذاها میدادن، ملاقه رو بلند کردن به طرف یکی از کارگرا، ایشون برنج میپخت، به ایشون گفتن مرشد مارگیر نیستم، من با این ملاقه میتونم نصف تهران رو اداره بکنم، برنجی که شما پختی 2 بار بهت گفتم این برنج سفته، چرا اینو میدی به خلق الله بخورن، مگه تو مسلمان نیستی؟ این نوع دیالوگ رو یک بار فقط من از ایشون شنیدم، اونم خطاب به کارگر خودش و حمایت از مردمی که میمدن اونجا میخواستن غذا بخورن. اینجا سر بازار بزرگ است، بزرگی در مقیاس سکه ها که چه حقیر بودند در دستان مرشد، و این کسبه او را پدری می دیدند که بزرگواران سیرشان می کرد و هرگز عتابی نداشت. مرحوم حاج میرزا احمد مرشد چلویی به این سر واقف شده بود که اگر می خواهیم به جامعه خدمت بکنیم یه نون و آب سالم دست مردم دادن خدمتش خیلی بالاتر از بسیاری از کارهای دیگه است. مرحوم مرشد رحمت الله علیه اعتقادشون بر این بود که غذای سالم میتونه افراد رو پاک، منزه
و خیلی آرام و مهربان بار بیاره. اکثر کسبه اینجا نهار بازار مشتری مرشد بودن، اکثر کسبشون یا میرفتن غذا میخوردن یا شاگرداشون رو میفرستادن غذا میگرفتن میآوردن توی بادیه. من یادم قیافه اون بادیه ها رو، مثلا تو بادیه غذا میگرفتن میآوردن بچه ها. و این داستانی که همه میگن سر اینه. پیرمرد در نگاه مشتاق کودکان قوغای بوی کباب و بخار برنج و خنده زعفران را می دید. مرشد به تک تهدیگی و کبابی تخم مهر را در سینه بی آلایش کودکان می کاشت. ما که می رفتیم غذا بخریم تو صف وای می زدیم غذا می خریدیم. به اون یه پیشخونی داشت که برنج می کشیده، پیشخونی هم داشت که خورشت می کشیده، جدا بود. تعدیق و کباب کوبیدم اونجا روی دیس برای مرشد بود، چون می آوردم می دونستم مرشد کارش چیه. این بزرگوار می دونست که من بچه ممکنه دلم بخواد اوستان به هم ندهد. گاهی اوقات برای پدرم که می رفتم یا برای خودمون که به شاگردهایی که داشتن غذا بگیرم، خود مرحوم چلویی گاهی اوقات بود که یه لقمه خود اون غذا رو در دهان من میگذاشت، نه تنها من بلکه شاگردای دیگه. یکی از حرفاش همین بود، میگفت پسرم، مثلا به من میگفت پسرم نماز بخونی، منم برای که کباب بیشتر بگو مرشد من خیلی نماز بخونم. الا که یکی کباب داشت دهن ما و ما میومدیم تا در مغازه میومدیم، ما با این کاسه بلو صحبت میکردیم. یعنی اینقدر این بوی خیلی عطر عجیبی داشت، یعنی غذای ایشون عطر. ولی هیچ وقت نشد که یک بار اوستای ما مثلا یک لقمه از این غذا به ما بده، ولی اون بزرگوار اینجور بود. و این عبارت شو اگر درست باشه میگم، میگفت آخه بابا این بچه میره این اوستای خدا نشناسش که از این چلو کباب به این نمیده، بعد این بچه دلش میخواد، غم دل خواستن اون بچه رو میخورد. این قشنگه. به کدام سو می رود این پای پیاده؟ شتاب کدام رسیدن را دارد؟ کدام سکه ای بی صاحب مانده است؟ آه که نخواستید چند گامی هم همگام مرشد باشید. کسی که هرگز عجله‌ای نداشت اما خود را ساعی می خواند. آن که یک عمر با کلام صفی گفت ساعتی در خود نگر تا کیستی. مرشد در دیوار چلو کبابی خودش در بازار نجارها یه مصرع از شعر بلندی که مربوط به صفی علی شاهه مخمس نیست، مربوط به صفی، خیلی هم شهرت داره این مخمس. ایشون یک مصرع رو انتخاب کرده بود، حتی مصرع دوم که بیت رو کامل میکرد و انتخاب نکرده بود، و اون مثل این بود: ساعتی در خود نگر تا چیستی. و این رو زده بود به دیوار چلو کباب. یعنی چی؟ یعنی آشکارترین حرفی که با همه کسانی که به چلو کبابی مرشد می آمدند در این مصرع صفی علی شاه چکیده شده بود: ساعتی در خود نگر تا کیستی. چون اگر قرار بشود روزی تو برای خودت سودمند واقع بشی، هیچ راهی نداره مگر اینکه ساعتی در خود نگاه کنی. و جمله دوم یک تابلوی بود که ایشون بالا در سر دخل مغازه ایشون نوشته بود: نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جناب عالی به قدر قوه. و این حتی به جناب عالی یعنی حتی تویی که هرگز نمیشناسن. روزی جوانی مراجعه میکنه اونجا و بعد از اینکه غذا میخوره اظهار میکنه که من تمکن مالی ندارم، نیاز به پول دارم،
مرشد دخلشو میاره جلوش میذاره، میگه هر چقدر میخوایی بردار، و از اون روز به بعد تابلوی رو به مغازش نصب میکنه که نسیه و وجه دستی داده میشود حتی به جناب عالی به قدر قوه، یعنی خلاف اون نرم طبیعی بازار که معمولا توی مغازه ها ما امروز میبینیم نوشتن امروز نقد فردا نسیه. من میدیدم که مثلا کسی داره بین جمعیت پول نداده میره بیرون، وقتی صداش میکردم و به حکم جوانی دلم میخواست به اون آقا نشون بدم که من متوجه شدم و تو باید پول غذا رو بدی، بابام وقتی از این قضیه آگاه میشدن میمدن منو به آه حسین صدا میکردن، خطاب به من گفتن بابا ایشون پولش رو داد به من. یه روزی به دایم گفتم دایی به اعتقاد من اگر در تمام خاندان ما یک مایه افتخار درونی وجود داشته باشه این تابلوی نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جناب عالی به قدر قوه است، چون این اوج حالت روانی مرشد رو نشون میده به همه. مرشد پا رو در دایره مهر به جای گذاشته که انسان‌ها در دایره چشم او توفیر بر نمی‌دارند. هر کاری برای هر کس بتواند بکند می‌کند بدون نیاز به شناخت، درست مثل خورشید. به راستی که خورشید گونگی چقدر زندگی بخش است. شب که شام را در خانه با تو خوردند، دستمال پول را می دهی و راه زن را بازرگان می کنی. ارشاد مردان چنین است. من یاد دارم که یه روز دو نفر از دزدان وقتی بعد از ظهرشون مغازش رو تعطیل میکنه، خب اون موقع بانک و این حرف هم نبود، پولش رو میریخت، این مرد ارزشمند توی یک کیسه ای داشت میبرد، اینا میرسن میگن حاجی مرشد پولات به من بده، ایشون میگه فرزندانم من حرفی ندارم این پولا رو به شما بدم، ولی یه شرطی داره و اونم این که امشب بیاین منزل ما شام مهمان من باشید تا من این پول رو بهتون بدم. اون دزدان چون خصوصیات این مرد ارزشمند رو میدونستن باورشون میشه، به منزل ایشون میرن، شامشون رو وقتی میل میکنن مرشد میفرماند که فرزندانم این پولی که به شما قول دادم این یه مقدار اضافه بهتون میدم، فقط شرطش این است که شما یه قولی به من بدین. میگن چه قولیه؟ میفرماند که دیگه قول بدید که ما دزدی نمیکنیم، من این نوید رو به شما بدم که این دوتا عزیزی که انحراف در جوانی پیدا کرده بودن خوشبختانه بعدا میشن دو تا از شخصیت‌های ارزشمند تجاری بازار فعلی. مرشد که باشی در همه چیز با همه کس شریکی. میگفت بابا همه ی آتش‌ها را آب خاموش نمی‌کند، خیلی از آتش‌ها فقط با نان خاموش می‌شوند. یه روزی در شرایط بازار تهران که اون موقع امکان رسیدن وسایل آتش نشانی و اطفاء حریق و اینها نبود، رستوران مرشد در بازار نجارای تهران آتش گرفت که درست حدوداً هم ساعت 1:30 بعد از ظهر بود و منم اونجا بودم، بسیارم شلوغ بود و این آتش سوزی مجسم بفرمایید شما در طبقه بالای این اتفاق بیفته، مردم از پنجره ها ببینن آتش دور تا دور زبانه کشیده، و به خاطره ای که من از اون زمان دارم این بود که به چشم دیدم این بود که پدرم گم شد و مردم فرار میکردن از این ور به اون طرف و من فقط دنبال پدرم میگشتم. آمدم پایین، چون حتی از راپله به پایین آمدنم خیلی سخت بود، آمدم پایین و از اطرافیان پرسیدم بابای منو ندیدید؟ من تصورم برای این بود که تو آتش سوزی ایشون دچار حادثه شده. بعد گفتن از این ور رفت از اون ور رفت، من رفتم در همین مسجد جمعه و دیدم که یک شبستانی بود بهش میگفتن چهل ستون، رفتم داخل اینجا دیدم که پدرم ایستادن راحت با یک روپوشی که درست یادم هست قسمت چپش اون پایینش یه مقداری هم سوخته بود. مرحوم مرشد اینجا واسده بود روبرو داشت همه اینا میسوخت، بعد یکی میگه که
آقا مرشد بودو این داره همه چی میسوزه دیگه، بودو بودو این یه کاری بکنین دیگه، دارم میکنم. میگه چی کار داری میکنی؟ میگه دارم فکر میکنم یه آتیشه اینقدر داغه، آتش کیفر چقدر داغتره، دارم به این فکر میکنم الان، دارم این کار میکنم الان. یا حتی دیگه اون عبا و ردایی هم که ایشون استفاده میکرد مواقعی که میخواست بره منزل اونم نبود. یادم رفتم سر خیابون و با همون وضع رفتم به طرف منزل، انگار نه انگار که اتفاق افتاد. درونت که پر نقش و نگار باشد، با آرایه ها کاری نداری، ساده 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 مثل آسمان، بی انتها اما فقط یک رنگ آبی. هستیت که سوخت تازه جوانه میزنی. به دنبال ققنوس نگرد، او در بازار نجارها جوانه کرد وقتی هستیش سوخت. مدتی بعد میره، میمیره بعد تمام مغازه سوخته است و همه یخچال‌ها و همه ظروف و میزها و صندلی هر چه که از سوخته. من دو سه روز بعد ایشون رو در حجره پدرم دیدم. گفتم جناب مرشد شنیدم که مغازه چلو کبابی آتیش گرفت. گفت بله بابا، بله بابا، آتیش گرفت راحت شدم. بعد به من گفت بابا دیشب یه حال خیلی خوشی داشتم، یه غزل گفتم برای آتیش سوزی این مغازه، میخوای باید بخونم؟ گفتم بله بابا، لطف میکنی. ایشون غزل رو خوند، متاسفانه من یادداشت نکردم، فقط دو بیتش تو یادم فقط مونده. میگوید آتش از باطن هر چوب سر آورده برون، پی دلداری و دلجویی و دلسوزی ما. آتش اون نیست که نمرود برافروخته بود، آتش آن است که شد باعث پیروزی ما. و بعد اونجا به من گفت توی یک صندوقچه ای سه تا دفتر 200 برگی شعر داشتم که تمام این سه دفتر سوخت. دلم میخواست نسوزه، حالا سوخت خیلی هم مهم نیست. دوست دارم از حال او بنویسم، از آن خون جگری که او شعرش میکرد، از آن خاموشی سنگین، از تهمت ارشاد، از جانی سوخته نه از دیوانی سوخته، از مسافر کویر شنهای سرگردان بی هیچ نشانی و رد پایی. چه سخت است نوشتن از کسی که هرگز نوشته نشد. بگذار کاغذ سفید بماند، لکه دارش نکن. ایشون یه شاگرد معنوی خیلی خوبی داشت، آقای مانیان که در بازار بود. ایشون به دایی حسین من زنگ زده بود که بیاید این اشعار مرشد رو جمع‌آوری کنیم چاپ کنیم، چون سه تا دفتر 200 برگی مرشد شعر داشت که در اون آتش سوزی چلو کبابی همه سوخت. یه مقداری توی حافظه ها و یه یادداشت های شخصی و اینها مونده بود. به همین دلم اسم این کتاب گذاشتیم دیوان سوخته، چون واقعا سوخته. ایشون هم توی که خودشون میگفتن، میگفتن از سن 20-21 سالگی یک نشت سوادی برای ایشون آمد، اما در همون زمان به اصطلاح خیلی شلوغ کار من میدیدم ایشون میامدن نزدیک صندوق و اون ظرف روغن رو با اون ملاقه رو میذاشتن و با این انگشتانی که دارچینی هم بود یه مداد بر میداشتن و یه دونه از همین کاغذهایی که حالت دستمال کاغذی اون زمان رو داشت بر میداشتن و میذاشتن و واقع میخوام بگم قبول بفرمایید مثل این که فوران میکرد، 5 ساعت 6 ساعت می نوشتن روی این کاغذ و یک کشور داشتیم اینجا می‌ذاشتن تو اینو. راج مرشد هم مثل خیلی از
در واقع پیر مردان جامعه ما، کسانی که علاقه به ادب فارسی دارن، سعی میکرده بیتی، شعری، حکمتی، لغتی رو با همون شکل خاص زبانی که در سبک عراقی رایج بوده به لفظ در بیاره. البته عرض کردم باطن این شعرها قطعاً یه وقتایی جمال باطنی شعر بیشتر از جمال لفظیشه، یعنی باطنش دو قدم جلوتر از ظاهرشه. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از مشک و گلاب و نافه و انبر گرفتم. زبان شعری مرشد رو بعضی ها میگوین سهل و ممتنع، چونشون بسیار ساده شعر میگفت. مضامین بسیار نوعی در اشعارشون دیده میشه، اما اگر بخواهیم داوری کنیم پیرامون شعر ایشون، ایشون شاعر توانایی نبود و اصلا قصد این رو نداشت که شاعر توانایی باشه. شعر ایشون ابزاری بود برای بیان اندیشه هاش و احساسش. همه سیر شدند و رفتند، اینک کنار اجاق لقمه ای غذا برای زنده ماندن، و یاران هماهنگ همراهان این سفره شاهانه، لقمنانی، چند قاشق برنجی، تکه کبابی یا ملاقه خورشت هویج. خانقاه مرشد کنار اجاق اوست. روزی نبود که به قول در اصطلاح نهار بازار اینها تمام بشود و هفتش نفر اونجا میموندن و با پدر من مینشستن دور هم. و من یادم مثلا موقع که من میخواستم برم به دبیرستان، پدر من مشغول غذا خوردن بودن و این دوستان دورشون نشسته بودن، در این که ایشون غذا میخوردن با این دوستان هم صحبت میکردن و گاهی هم اشعاری که سروده بودن با این دوستان مقابله میکردن. میرویم تا مزار شیخ خیاط را بیابیم و ادای کرنشی کنیم به خاک کسی که هرچه یافت از پارسایی یافت و پارسایانه زندگی کرد. و خدا می داند که تنهایی مرشد و شیخ رجب‌علی خیاط را چه سخنانی پر می کرده است. مرحوم شیخ رجب‌علی با مرشد و هم دوستان خیلی قدیمی بودن، خیلی قدیمی. راه مادر من هنوز یادشه که بارها میرفتن به خونه ایشون که با دخترش بازی کنه، رو به اسم دخترش زهرا بود. شیخ رجب‌علی رفیق بابام بود، رفیق جون بود، بقول قدیمی ها. دخترش میاد اونجا خونه زن پدرم شاگرد داشت، خونه زن پدرم میاد شاگرد، صاحب خونه همون شاگرد داشت، این هم میاد اونجا درس میکن. یه من گفت بابا این چرا سکر نایمده؟ رفتم در زدم، دیدم خود عاشق رجب‌علی در وا. همین دری که وا کردم، عاشق رجب‌علی مثل آقروزون عبا کلش بود، چرخ خیاطی پایی، نه بیش کوتاه، مثل مال من نمید، چرخ وقتا چرخ خیاطی پایی بود. در وا کردم، چرخ رو دیدم جده خیاطی میکنه. اصلا عاشق رجب‌علی خیاط کارش هم میم، خیاط بودی بودم. عبا میدوخ، عبا میدوخ از این چیزا. به گفته مادر میگم و چند نفر دیگه که حالا این معلومه شنیدم، گفتم مرحوم شیخ رجب‌علی به مرشد خیلی احترام می‌گذاشت، خیلی احترام می‌گذاشت. چه شورانگیز بود نگاه نیمه راه و شکیبایی که به هر چه مینگریست جز باران مهر نمی‌بارانید و جز فروغ مهر نمی‌گسترانید. با کوه و آسمان و رود همزبان بود، زبان بودن نه زبان ادعا. مرشد در گذرگاه رسایی درون خودش حالا میخواد با دیگران حرف بزنه. چه حرفی باید بزنه؟ درس معرفت بوده؟ نه، مرشد مدرس نبود، اصلا مدرس نبود. مرشد دردی را گزارش میکرد، یه غمی را گزارش میکرد. مرشد خراب نشین و خاکستر نشین بود. چه مسندی، چه ارشادی.
اون چه میگفت یه وظیفه بود و اگر دیگران بهش میگفتن مرشد، خواست دیگران بود، مرشد مرشد نبود برای کسی. او خودش رو تجلی میداد، او خودش رو نشون میداد. شاید روحیه عجیب این مرد و پرهیز شدیدش از خودنمایی هرگز نفهمیدند مگر در اندازه چلو کباب با روغن کرموشایی، گوشت گوسفندی خوب، برنج نونم درجه که مازندران و تعدیق تو دهن بچه‌ها و همین خاطرات هر کی بوسید. اما هرگز نفهمیدن زیر این تاق‌ها و تو این پیچه خم‌ها این پیرمرد خمیده که میاد و میره و به همه آدم‌ها میگه بابا این کیه، میاد چی کار داره اینجا و کجا میره و اصلا حرف حسابش چیه. غم تاریخ دارد این نگاه خسته، چه کسی میدانست که این چشمان پرنفوذ آرام یک عمر به کدام نقطه خیره شده است. او در خاک میافت آنچه را دیگران به خطا در آسمان ها میجویند و این روزن درون مردی است که با خاک تا خدا رفت و خدا را به میهمانی خاک کشید، در چهری که هر دلی را آرام می ساخت. یکی از این صندوق سازها جلوی ایشون میگیره، مشت میکنه تو اون کاسه میخی که داشته باش صندوق می ساخته، یه مشت میخ بنده، میگه شما از اولیا، اگر از اولیا اللهی بگو تو این دست من چند تا میخ شد. اینو باید میگه بابا ما آمدیم تو این دنیا که آدم باشیم، ما نمیدیم که میخ بشماریم، که آدم باشیم یعنی میخ بشماریم. بعد مثلا من به تو گفتم تو این دسته تو 64 تا میخ، مثلا به چه درد میخوری؟ آبا بابور یه فکر برای آدمیت خودت بکن. اینو میگه اون میره، این چند دستاز کنجکاو میشه، بچه باقی میخوایم ایشون تو 64 دسته. او هم نشون میده به این که اینا رفتارهای کودکانه، هم نشون میده یه اصل مهمتری رو که بابا ما قراره که آدم باشیم. آدم هم نایمده تو این دنیا با همه این کر و فرش که میخ بشماره که یاد. توجه شگفت‌انگیزی که مرشد روی پدیدگان ساده پیرامون داشت، پیوندی را میان نهاد او و نهاد همه هستی‌های پیرامونش برقرار کرد. او زبان گیاهان رو میفهمید، زبان جانوران رو میفهمید، زبان جامدات رو میفهمید و پیامشون رو میشنید. و شنیدم در یک روز در یک باغی در کرج، مرشد با دوستانش به اون باغ میره و به درختی میخواسته تکیه بده و یه شاخه کوچکی از این درخت پشت او رو میازرده، شاخه رو کج میکنه برای اینکه بتونه تکیه بده. غروب وقتی باغ رو ترک میکنن، نزدیک دروازه باغ ناگهان به دوست همراهش میگه کمی صبر کن من برگردم. یعنی ایشون آرام 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 آمد تا به اون درخت رسید، شاخه کوچک رو از اون حالتی که اسیر کرده بود نجات داد. بعد گفت بابا شرط جوانمردی نبود تو رو من در اسارت بگذارم و برم، آمدم که تو تشکر کنم و به حال خودت برت گردم. چه توفیری میکند سنگی یا شاخه‌ای یا ماده سگی گرسنه؟ همه دوست اویند. مهربانی مرشد مرز ندارد. علت این که بیشتر به یاد مونده های مرشد خاطرات اوست به این دلیله که او در تمام عمر کوشید در یک جهانی از گمنامی زندگانی کنه. و من شنیدم که یک بار به یک از دوستانش یه اشاره میکنه، حالا با چه زمینه ای این رو نمیدونم، اشاره میکنه که من در میان شما زندگی کردم و از میان شما خواهم رفت در حالی که هیچ کس منو نشناخته است.
ولی به هر حال اون چی که واقعا برای من به عنوان یه خاطره خیلی دریغه اینه که این پیرمرد یک عمری از لالوی این کوچه های تنگ بازار اومد اینجا و هیچ کس نخواست بفهمه حرف این آدم چیه، هیچ کس. بعد خودش در واپسین روزهای عمرش برای من خاطره بسیار تلخیه. به من اشاره کرد بابا میجوز، رفتم جلو گفت بابا اینا حرف منو نمیفهمن، منم حرف اینا رو نمیفهمم. Thank you.